قرآن مجید سوره مبارکه حجرات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. ای کسانی که ادعای ایمان می نمایید بر رسول خدا صلی الله بر خداوند متعال و رسول خداوند متعال صلی الله علیه و آله و سلم تقدم نجویید، خودتان را از او عالمتر، داناتر، فهمیدتر از خدا و پیغمبر ندانید و قلمداد نکنید. و اتقوا الله، از خدا بترسید، که این کار تقدم جستن و خود را عالمتر، فهمیدتر و اعرف به مصالح دانستن و مدبرتر دانستن از خداوند متعال، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این کفر محضه. خب این بعد دیگر گفتن نمیخواهد، این خیلی واضح و روشنه. کمر عمره در یمین یک جمله شکسته شد. این آیه در شأن ابوبکر عمر نازل شده جان من. و این که بله این بهانه را بیان که مصدر هست به یای الذین آمنو، دیگر خودتان را سخریه نسازی، خودتان را با قول خودتان را به مسخره نگیرید. کی را میخواد بول بزنید با این کلمات؟ جماعت عمریه. ان الله سمیع علیم، خدا میشنود، خدا میداند. اون زمانی که شما خودتان را بله قلمداد بکنید که ما عالمتر از خدا هستیم، عالمتر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، این کفر محض. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. کسانی که ایمان آورده اید صدایتان را بلندتر نکنید، بالاتر نکنید از صدای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، و با ایشان و در حضور ایشان با صدای جهوری، با صدای بلند صحبت نکنید، اونطوری که با هم دیگر صحبت میکنید، که اگر این کار را بکنید ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون، بله این عمل شما حبط میشود، عمل شما بی ارزش میشود اگر این کار را بکنید. ان تحبط اعمالكم و ان تحبط اعمالكم، تمام اعمالی که به جا آورده اید، مثلا شما نمازهای زیادی خواندید، ختم قرآن کریم نموده اید، زکات داده اید، حج رفته اید، حتی جهاد در راه خدا کرده اید، احسان به پدر و مادر کرده اید، به خاطر این به احترامی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تمام اعمال شما بی ارزش می شود. بی ارزش، مثلا یک چیزی بی ارزش را در دنیا ببینید خاکستر بی ارزشه. شما مثلا یک ظرف خاکستر ببرید در فروشگاه، بگید من میخوام که با این خاکستر از شما چی بخرم؟ از شما مثلا یک ساعت بخرم، یا یک انگشتر بخرم، یا یک پیرهن بخرم. با شما چیکار میکنن؟ شما را با صحبت نمیکنن، با شما پلیس را میخوان، یا اونجا اون کسی که نگهبان اون را میخوان، تا شما را به عنوان یک انسان دیوانه از اونجا بیرون بریزن که این دیوانه از کجا آمده. خیلی خوب، اعمالتان بی ارزش میشه. و عمل کدام عمل بی ارزش میشود؟ عملی که خوب باشه بی ارزش می شود، عمل بد که از اول ارزش نداشت. اون اعمالی که ظاهرا نماز بوده، روزه بوده، خدمت به خلق خدا بوده، این اعمال بی ارزش می شود. و انتم لا تشعرون، و انتم لا تشعرون، احد معانی این است که ولو نیت شما این نباشه، ولو نیت شما بی احترامی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نباشد، اما این کار شما چون در حضور او با بی احترامی کردید، ولو قصد شما بی احترامی نبود، اما چون بی احترامی محقق شد اعمال شما باطل میشه. و معنای دیگرش اینه و انتم لا تشعرون، شما بی خبر، شما فکر میکنید اعمال زیاد خوب زیاد دارید در حالی که همش بی ارزش شده. هر دو معنایش اینجا هست. بعد فرمود ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. به تحقیق کسانی که صدای خود را پایین می آورند، صدای خود را آرام صحبت می کنند، با صدای ملایم صحبت می کنند در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ولو با هم دیگر صحبت می کنند اما در حضور ایشان با صدای نرم ملایم، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، اونها کسانی هستند که خداوند متعال قلبهای اونها را از برای تقوا امتحان نموده. پس ثابت چی شد؟ اون کسی که در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صدایش را بلند میکنه، اولا اینکه اعمالش بی ارزش شده، ثانیا در قلب و دلش تقوا نیست، تقوا نیست. بله، و جالب اینجاست کسی که تقوا ندارد، انما يتقبل الله من المتقين، خداوند اصلا عمل او را قبول نمیکنه. و کسی که تقوا ندارد
بله ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کسی که تقوایش بیشتر باشه نزد خدا نزدیکتره. کسی که تقوا ندارد او اصلا از خدا دوره، از خدا دوره. کسی که تقوا ندارد او چطور میتواند جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بشود؟ لهم مغفرة و اجر عظیم، اینها که صدایشان را پایین می آورد، بله از برای اونهاست مغفرت و اجر عظیم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، آیه چهارم در این باب، کسانی که شما را صدا میزنند از بیرون در، از بیرون خانه، به جای اینکه بیان با ادب در را بزنند بگن کاری داریم، با ادب و با احترام از پشت دروازه صدا میزنن فلانی فلانی، مثل اینکه بله یک بقال را علی عزب الله صدا میزنند، بله بیایید بیرون با شما کار داریم، بیا نماز بخوان، بیا چی کار شده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را اینجوری صدا میزنن. اکثرهم لا یعقلون، اغلب اینها اصلا عقل ندارن. و این اکثرهم لا یعقلون، عقل ندارن، دوستان عزیز این در قرآن کریم ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بدترین چهارپایان اون انسان هایی هستند که به ظاهر انسان هستند، بدترین چهارپایان، بدترین حیوانات، ان شر الدواب، بدترین حیوانات کسانی هستند که به ظاهر انسان هستند اما بله عقل ندارن و توجه به حقیقت نمی کنن. خیلی خوب، این آیات در شأن ابی بکر و عمر نازل شده به نص صحیح بخاری. حالا بخاری را برات نشان بدهم دوستان عزیز، به تفسیر سوره حجرات کتاب صحیح بخاری. این کتاب صحیح بخاری، صحیح البخاری لابی عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری، تبع دار احیات تراث العربی، در سال 1422 در دار احیات تراث العربی چاپ شده. اینجا بریم صفحه 883، کتاب التفسیر، تفسیر سوره حجرات. بله، باب لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ابن ابي مليكه، انجاش هم از انس ابن مالك، انجاش هم از عبد الله ابن زبير. بله انجا روایت کرده ابن ابي مليكه گفت كاد الخيران ان يهلكا، دو نفر انسان نیکوکار که منظورش کیست؟ بله ابوبکر و عمر، نزدیک بود که اینها هلاک بشود، نزدیک بود هلاک بشود. یعنی چی هلاک شدند؟ وقتی که خداوند متعال مذمت کرده با این شدیدترین کلمات بیان کرده، تو چرا میگی که نزدیک بود هلاک بشن؟ جناب ابی ملیکه، ابن ابی ملیکه، شما باید بفرماید که اینها هلاک گشتن، اینها هلاک شدن. بله رفعا اصواتهما عند النبی صلی الله علیه و آله و سلم حين قدم عليه ركب بني تميم، صدایشان را بلند کردند در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که مهمانان و هنگامی که هیئت و بازدید کنندگان بنی تمیم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اونجا آمده بودند. فاشار علیهما بالاقرب ابن حابس اخی بنی مجاشع، یکی گفت فلانی را اونجا امیر و حاکم تعیین کن، دیگری گفت فلانی را. بعد ابوبکر به عمر گفت که تو میخوای با من مخالفت بکنی؟ ابوبکر عمر گفت نه من مخالفت نمیکنم. فرتفعت اصواتهما، پس این دو نفر شروع کردن به چیغ زدن و داد کشیدن بر همدیگر. فانزل الله تبارک و تعالی، پس خداوند متعال این آیه را نازل کرد، یا ایها الذین آمنوا. خیلی خوب دوستان عزیز، پس که کتاب بخاری نزد جماعت برادر قرآن کریم، اون قرآن کریم و این برادر قرآن کریم، شکی نمیماند که این آیات در حق ابی بکر و عمر نازل شده. حالا Straight Away TV.